کسی نمیذاریم بکشن اینجا. همه اون هستی پشتن به دیوار. متن اطلاعیه کمیته بین‌المللی علیه اعدام در اعتراض به تهاجم نظامی دولت ترکیه به کردستان سوریه. عملیات نظامی دولت ترکیه در کردستان سوریه هر روز از مردم بیدفاع و همچنین نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک قربانی می‌گیرد. تا کنون ده‌ها غیر نظامی جان خود را از دست دادند، عده زیادی زخمی و ده‌ها هزار نفر از ساکنین مناطق شمال سوریه آواره و بی‌خانمان شدند. علی‌رغم نام مضحکی که بر این تهاجم ضد انسانی گذاشته شده است، یعنی چشمه صلح، این عملیات هیچ گونه ربطی به صلح ندارد و یک لشکرکشی تمام عیار علیه انسانیت است. در جریان این تهاجم ضد انسانی، نیروهای اسلامی و سلفی که ارتش ترکیه را همراهی می‌کنند، دست کم 9 غیر نظامی از جمله هورین خلف، دبیر کل حزب سوریه آینده و راننده خودروی وی را اعدام صحرایی کردند. بنا به گزارشات منتشر شده، خلف 35 ساله به دست گروه‌های مزدور تحت حمایت ترکیه از خودرو بیرون کشیده شد و اعدام شد. در این حال 2 ویدیو از اعدام غیر نظامیان به دست نیروهای تحت حمایت ترکیه منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها نیروهای وابسته به دولت ترکیه به یک مرد اسیر با دستان از پشت بسته از فاصله نزدیک و الله اکبر گویان شلیک می‌کند. همچنین یکی از نیروهای سوریه دموکراتیک که به اسارت نیروهای تحت حمایت ترکیه در آمده بود همراه با 2 غیر نظامی اسیر پس از دستگیری بلافاصله اعدام شدند. این جنایات نیروهای ترکیه یادآور جنایات جمهوری اسلامی در کردستان ایران است که پس از روی کار آمدن دست به حمله نظامی گسترده به کردستان زد و مرتکب جنایات زیادی علیه مردم شد. همه ما عکس‌ها و تصاویر صحنه‌های جوخه‌های اعدام در کردستان را به یاد داریم که چگونه حتی زخمی ها و کسانی که بر روی برانکارد قرار داشتند به رگبار گلوله بسته شدند و توسط نیروهای داعشی جمهوری اسلامی بیرحمانه به قتل رسیدند. کمیته بین‌المللی علیه اعدام این اعمال جنایتکارانه را مصداق جنایت جنگی می داند و از جامعه بین‌المللی می خواهد که علیه دولت ترکیه از خود واکنش جدی و قاطع نشان دهد. تهاجم نظامی دولت ترکیه به کردستان سوریه فوراً باید متوقف شود و کشتار و آوارگی مردم بیدفاع خاتمه یابد. کمیته بین‌المللی علیه اعدام خود را متعلق به صف جهانی پرشوری می‌داند که این روزها به خیابان آمدند تا دولت ترکیه را مجبور به توقف این جنگ ناعادلانه و ضد انسانی کند. کمیته بین‌المللی علیه اعدام 24 مهر 1398 16 اکتبر 2019. سلام، من رضا سرلک هستم و همراه همکارم آرش یزدان برنامه دیگری از سری برنامه‌های نبع اعدام رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. امروز چهارشنبه جلسه دادگاه هوشمند علیپور و محمد استاد قادر بود. این جلسه قرار بود ساعت 11 صبح امروز اول آبان ماه 98 در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار بشه و در این رابطه گفتگویی داریم با هجار علیپور، برادر هوشمند علیپور. هجار علیپور سلام. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون. خواهش میکنم به این برنامه خوش آمدید. در ابتدا مختصری از چگونگی بازداشت و زمان دستگیری و مراحل بازپرسی این دو زندانی سیاسی برای ما و بینندگان توضیح بدید. بله، کمالکان که شما و خیلی از بینندگان عزیز و رفقا و دوستان مطلع هستید، از 12 مرداد 97 پارسال دقیقاً که هوشمند و محمد در انجام مأموریت سیاسی و فعالیت تبلیغی و در یک حین یک گشت‌زنی در کردستان ایران حضور داشتند و شناسایی میشوند در اطراف شهر بانه و ساقس و به کمین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میافتند و دستگیر میشوند. کماکان بعد از این اتفاق و در شرایطی که محمد استاد خضری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی باشلیکی گلوله مجروح شده بود، آنها را به زندان شهر استخس انتقال می دهند و در اونجا
مورد بازوی ها و شکنجه های فراوانی قرار میگیرن هر دو، هوشمند و محمد. سپس متعاقبا این دو تا زندانی رو به تلویزیون جمهوری اسلامی آوردند، از آنان اعترافات اجباری تو هم با شکنجه گرفتند و آنان را مجبور به اعتراف علیه خودشون کرده و به این شکل خواستند که مستندی از اعترافات را همراه با شکنجه به آنان وارد کنند و برای محکومیت آنان در پروسه های بعدی در دادگاه های بعدیشون این مستندات را برای آنان به کار بگیرند که اینها را طبق قوانین قضایی و مجازات اسلامی به حبس های طولانی مدت و در نهایت حکم اعدام برای آنان در نظر بگیرند. کماکان این دو زندانی قبلا در شهریور ماه 24 شهریور سال گذشته سال 97 از طرف قاضی بازپرسی پروندهشون در شعبه دوم بازپرسی شهر سنندج به اتهام بقی ازشون تفهیم اتهام شده و کماکان تا به امروز در زندان سنندج به سر میبرند و در بخش زندانیان سیاسی هستند. بله، از طرف خانواده هوشمند و به من جمله شما کمپین نجات هوشمند علیپور اعلام شده و معرفی شده. میشه لطفاً قدری در مورد فعالیتی که تاکنون تو این کمپین داشتید و کاری که این کمپین انجام داده برای ما هم توضیح بدید؟ این کمپین متعاقباً با دستگیری هوشمند علیپور و معمر استاد قادر شروع کرد و فعالیتش را آغاز کرد. فعالیت این کمپین فوکوسش در ارتباط با حمایت از این دو زندانی سیاسی در مرحله اول، خواست های این دو زندانی سیاسی و خانواده های آنان از سازمان های حقوق بشری، حفی بین الملل و ارگان ها و نهاده های زیرت و همچنین فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با برداشتن احکام سنگین قضایی و محکومیت شکنجه هایی که جمهوری اسلامی علیه این دو زندانی سیاسی وارد کرده و محکومیت اعترافاتی که زیر شکنجه دادن گرفته شده است و کمپینی است برای فراخوان به سازمان ها و فعالان و همه انسان های شریف و آزادی و خارج از ایران و سراسر اروپا و کانادا و غیره که به هر شکلی هست صدای این دو زندانی سیاسی را به مراکز مرتبط و حقوق بشری و نهادهای بین المللی برسانند، جمهوری اسلامی را وادار به اقرار بکنند و که در حق حقوق این دو زندانی را به رسمیت بشناسد. روسیه این دو زندانی سیاسی را نباید به صورت مجازات اسلامی و سیستم با مرگ و اعدام و شکنجه بدهد و این دو زندانی سیاسی قبلا که اتهاماتی که به آنان وارد شده است، اعترافاتی که از آنان گرفته شده است، بدون در نظر گرفتن حقوق انسانی این دو زندانی سیاسی، بدون داشتن حق وکیل، بدون داشتن حق تماس با خانواده و بیرون از زندان، همه این اعترافات، اتهامات و پروسه ها سرهم‌بندی شده از طرف مقامات دادگاه اداره اطلاعات و پاسداران خود سیستم قضایی جمهوری اسلامی. و همچنین این کمپینی است هیچ ارتباطی به هوشمند و که بگیم خانواده اینا داره نداره. کمپینی است کار خودش رو میکنه، فعالین که در این کمپین حضور دارن مردم آزادی خواه و انسان دوست در سراسر ایران و کردستان و سراسر خارج از ایران، همه و همه به این کمپین دارن سپورت میکنن، حمایت میکنن، صدای دو زندانی سیاسی هستن، میخوان باشن، نمیخوان بگذارن دو جان 22 ساله و 23 ساله و هوشمند که 26 ساله هستش مثل خیلی از جوانان دیگه‌ای که جمهوری اسلامی جانشان را گرفته است به اعدام محکوم شوند و جمهوری اسلامی جانشان را بگیرد. این کمپین کارهای را از پارسال در دستور قرار خود داشته، فعالیت های زیادی را آغاز کرده، کمپین های را فراخوان داده با حمایت از در کنار این کمپین نجات هوشمند کمیته بین الملل اعدام حمایت کرده این کمپین رو، فعالین کمیته و فعالین مدافع حقوق انسانی و مخالف با اعدام زندان و شکنجه و همچنین خیلی از مردم انسان دوست در سراسر اروپا و کردستان در ایران همچنین حمایت کردند و این کمپین تا به امروز
جنبه این را داشته، حقوق این دو زندانی سیاسی به رسمیت شناخته بشه، خود جمهوری اسلامی قوانین اساس قانون اساسی خودش را زیر پا گذاشته، این را کنار زده، حتی با قانون اساسی مجازات اسلامی که خودش تعریف کرده و کتابش داره و نوشته با زندانیان رفتار نمیکنه، حقوق زندانیان را پایمال میکنه. در خود قانون اساسی گفته شده هیچ کس نباید زیر شکنجه مجبور به اعتراف شود، متهم شود به شکنجه اعدام. در غیر این صورت این ملغا از تو سرد و قابلیتی نداره. در صورت ولی سیستم جمهوری اسلامی متشکل از سپاه بازار اداره اطلاعات و دستگاه های دیگر هست و هیچ کدومشون قوانین اساسی خودشون را هم خودشون را ملزم به رعایت آن و برایت آن نمی کنند. در هر صورت این کمپین کار خودش را آغاز کرده، کار خودش را ادامه می دهد تا زمانی که این دو زندانی سیاسی از خطر اعدام و مرگ خلاصی پیدا کنند، نجات پیدا کنند و همچنین تا زمانی که بتوانیم این دو زندانی سیاسی را آزاد کنیم. بله، تا یه چندین روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده بودیم مقابل سفارت جمهوری اسلامی، میشه گفت سفارت جمهوری شکنجه و اعدام اسلامی. حالا با توجه به اعتراضاتی که برگزار شده، شما نتیجه رأی دادگاه انقلاب رو چگونه ارزیابی میکنید؟ در صورت خانواده هایی که فعالین سیاسی هست بودن، مخالف جمهوری اسلامی بودن و تنها و تنها به خاطر دفاع از کرامت انسان ها، حقوق انسان ها، حله این نظام استاده هست، چه در داخل چه خارج. اونایی که در داخل هستن که تکلیفشون روشن است، اونا هم به همین شکل مستندات شکنجه اینها رو زیر شکنجه وعده به اعتراف میکنن، میبرن براشون پرونده های سنگین قضایی درست میکنن، اتهام میکنن، شکنجه میکنن و از حق و حقوق یک زندانی به عنوان یک انسان محروم میشن. تماس با دنیا خارج، داشتن وکیل، ملاقات با خانواده، تماس با خانواده، همه و همه زیر دستگاه جمهوری اسلامی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی صورت میگیرد. در این صورت فراخوان‌های از طرف کمپین نجات هوشمند علی پور داده شده است، خوشبختانه با حمایت زیادی روبرو شده است در اروپا، در کانادا، در مخصوصا در جلوی سفارت انگلیس که خود یکی از پسرعموی خودمون به اسم هالکوت و دوستانش از سازماندهندگان این کمپین بودند، مردم زیادی رو فراخوان دادن در اونجا هم از طرف کمپین نجات هوشمند و محمد استاد خادر و دلوی سفارت اعتراض گسترده ای رو شکل دادن که به دنیا بگویند عزیزانشون در زندان هستن، زیر شکنجه هستن، هر زمان ممکن است با خطر اعدام و مرگ روبرو شوند و مردم را میخوان جلب توجه کنن، حمایت جلب کنن به از این دو زندانی، از حقوق این دو زندانی و همچنین فشارهای زیادی رو بتونیم جمع کنیم و وارد کنیم از طریق سازمان های بین المللی، حفظ بین المللی، امنستی و کل جریانات و نهادهای سیاسی و فعال سیاسی و حقوق بشری که این حکومت و این دستگاه ارهاب شکنجه و اعتراف گیری که زندانیان را وادارگان می کند را به عقب رانیم، به زیر بکشیم و از میان برداریم. و خواست این کمپین همین بوده از زمانی که بوده و تا امروز و تا زمانی هم که این دو زندانی را بتوانیم از زندان و از خطر مرگ نجات دهیم. و تشکر هم باید بکنیم از کلیه انسان های شریفی که قبل روز هم وارد تماس بودن، نگرانی خودشون را با ما در میان گذاشتن، حمایت کردن در هر صورت که بتوانیم جان این دو جوان را از چنگال نیروهای دارنده و سیستم جنایتکارانه جمهوری اسلامی نجات دهیم. بله، من یک سوال دیگه هم بپرسم، حتی سوال نیستش، به عنوان صحبت آخر شما و پیامی که میتونید به مردم داشته باشید نسبت به در رابطه با وضعیت زندانیان سیاسی در ایران، از جمله هوشمند، از جمله محمد استاد قادر و تمام زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی هستند، پیام شما چیه؟ مردم چه کاری میتونن انجام بدن برای روشنگری بیشتر؟ قبل از هر چیز یادم رفت این رو بگویم، امروز چهارشنبه برابر بود با 1 آبان 98، یعنی 23 اکتبر قرار بود امروز دادگاه هوشمند و محمد در
شهر سنندج شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار بشه. هوشمند محمد با حضور وکیل انتخابیشون آقای علی ساکنی در برابر قاضی پروندهشون حضور داشته بود داشتن و متعاقبا از طرف قاضی پرونده به آنها اعلام می شود که پروندهشون جهت رسیدگی به وضعیتشون جلسه رسیدگیشون واگذار شده به هفته آینده، یعنی پنجشنبه آینده، و امروز سیست اتفاقی نیفتاده، ولی آنها وزن تهدید کردن و مقامات جمهوری اسلامی و قاضی پرونده و اینها که این کمپین شما هیچ کمکی به شما نخواهد کرد و این کمپین و خلاصه راهی نیست که شما رو بتونی آزاد بکنه و این تهدیدات رو انجام دادن رو به اونا به جای رسیدگی به حق و حقوق اولیه اینا به جای اینکه بی‌طرفانه قضاوت کنند. ولی ما میدونیم که در جمهوری اسلامی هست عدالتی وجود نداره، نه عدالت اسلامی خودشون که خودشون بران هم تاکید دارن و باورمندن و نه قضاوت عادلانه و انسانی مغایر به حقوق انسان ها، همه چیز زیر نظر یک دستگاه شکنجه، کشتار و ارهاب صورت میگیرد و اینها در هر صورت لزوما تاکیدشون و اشارهشون بر این بوده که کمپین های قبلی و سالیان سال که زندانیان سیاسی برایشون مردم در دنیا گلویشون رو پاره کردن و باید سن نفر و خلاصه اونها میخوان این تصویر را ارائه کنن که کمپین هایی که هزاران نفر در سراسر دنیا و اروپا و ایران و غیره و غیره هم بوده، با این حال اگر ما هر زمان بخوایم حکم این رو حکم زندگی و مرگ شما در دستان ماست و ما میتوانیم هر زمان بخوایم اقدام کنیم جون شما را بگیریم یا جون شما را ببخشیم، در صورت اونا نشستن دارن تصمیم میگیرن که برای زنده ماندن و مرگ انسان ها تصمیم میگیرن و یک قانون ارتضایی و قرون وسطایی حاکم است که حتی قوانین اساسی خودشون رو دور زدن. پیغام ما از طرف این کمپین و دو زندانی سیاسی هوشمند و محمد یعقوب به دنیا، به مردم آزاریخا، در همه زائین، از همه اون کسانی که صدای ما رو میشنوند، صدای حمایت این دو زندانی سیاسی باشید، به این کمپین بپیوندید، کمپین را گسترده جلو ببریم و مبارزه ای هست که شکل گرفته و تا پایان برسیدن ظلم، بساط ظلم و شکنجه و اعدام ادامه داره، نه در رابطه کلن با هوشمند و محمد. مبارزه امون گسترده تر است و از سالیان سال که این حکومت رو کار بوده با ارهاب، شکنجه و اعدام سر کار اومده و با این بساط هم تا به امروز بر مسند قدرت مانده است. ما میخواهیم این بساط کشتار و شکنجه و ارهاب و ارتزاعی و ضد انسانی را از کل زمین برسینیم و یک زندگی بهتر و یک حق داشتن یک زندگی بهتر و دنیای آزاد و برابر را برای همگان خواستار هستیم و این مغایر از با قوانینی که جمهوری با قانون اسلامی، جمهوری اسلامی قوانین ارتضایی در مقابل قوانین انسانی مدرن که برای زندگی و یک دنیای بهتر و حق داشتن زندگی دارن میزنگن مبارزه میکنن. بله، ممنونم هجر علی پور که در این برنامه با ما بودید. به امید آزادی برادر شما هوشمند و همینطور محمد استاد قادر و همینطور برشیده شدن اعدام و شکنجه همچنین زندانهای سیاسی و به امید سرنگونی جمهوری اسلامی. ممنون از شما و خسته نباشید. به امید آزادی زندانی سیاسی هوشمند علی پور و محمد استاد قادر و سایر زندانیان سیاسی و کارگران زندانی که در زندان ها بیدرگاه جمهوری اسلامی زیر شکنجه و در حبس هستند. زنده باد انسانیت. ممنون. بینندگان عزیز، در ادامه برنامه ویدیو کلیپی رو مشاهده خواهید کرد که در رابطه با اعتراضاتی است که شکل گرفته در دو شهر تورنتو و لندن مقابل سفارت جمهوری اسلامی در رابطه با کمپین هوشمند علی پور. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. تا برنامه بعد، روز روزگار خوش.
شهر ایران ایران باشی در رگه آزادی و دبید وانه کارمانی بودت و